بسم الله الرحمن الرحيم. فزلة علم بأسماء وصفات إلهي. بدون ترديد شناخت الله وشناخت وأسمائي حسنى وصفات ولاي أو نهاية مقاصد مردم وبرترين وشرف ترين علوم بشمار ميرود. هدفي كأفراد باهمات براي رسيدن بآن در تلاشند و رقابت کنندگان برای کسب آن با یکدیگر رقابت می کنند. افکار و قلبهای سلیم و مشتاق متوجه آن است و زندگی خوب و خوش با وجود آن برای بنده حاصل می شود، زیرا حیات انسان وابسته به زنده بودن قلب و روحش است و فقط با شناخت خالق و محبت و عبادت ذات یگانه او و بازگشت و توبه به درگاه پروردگار و آرامش با یاد الهی و انس با تقرب با او تعالی، قلب زنده و سرخوش می گردد. و کسی که این نوع حیات را از دست بدهد، همه خوبی ها را از دست خواهد داد، هرچند تمام دنیا را به دست آورد، چرا که هر چیزی عوض دارد. ولی کسی که شناخت و رضایت او تعالی را از دست بدهد، هرگز چیز دیگری نمی تواند انما نقصش را جبران کند و هرگز چیز دیگری نمی تواند این نوع نقصش را جبران کند. شگفتا از احوال بیشتر مردم که چگونه زمان تمام شود و عمر به پایان می رسد، ولی دل بوی از این نوع شناخت نمی برد و همان گونه که به دنیا آمده است از آن می رود و بهترین و شیرین‌ترین نعمت دنیا را نمی چشد، بلکه در دنیا همچون چهار پایان زندگی می کند و به مانند بینوایان و به دست خالی از آنجا می رود. بنابراین زندگیش ناتوانی و مرگش اندوه و معادش حسرت و افسوس است. در نتیجه از دنیا می رود در حالی که شیرین ترین نعمتش محروم می ماند، به دنیا را ترک می کند در حالی که بهترین پناهگاهش را از دست می دهد، زیرا لذت کامل و خوشحالی و سرور و زندگی خوش و نعمتها در شناخت الله و توحید و انس و اشتیاق به لقای او تعالی وجود دارد. بدترین زندگی، زندگی دلپریشان و زندگی پراگنده است که هدف صحیحی و راه روشن ندارد که به دنبال آن باشد، بلکه راه فراوانی در جلوی او قرار دارد و در هر راه لغزش و خطایی است. چون این انسان بر روی زمین حیران و سرگردان است و راه راست را نمییابد و هر اندازه هم که در این راه ها بگردد نمیتواند دل را آرام کند و اطمینان به دست آورد و تنها زمان چشمانش خرک می شود که با شناخت و یاد پروردگار و سرور و آفریدگارش آرام گیرد، ذاتی که تنها ولی و کارساز اوست و انسان همواره به او نیاز دارد. چنان که شاعر می سراید: با دلت با دنبال هر آرزویی که خواستی برو، که محبت و عشق واقعی فقط نزد اولین محبوب است. چه بسا منزلهای بر روی زمین است که جوان با آنها انس و الفت می گیرد، ولی علاقه و اشتاق او همواره برای اولین منزل است. بنابراین هر کس دوست دارد همت و هدفش یکی باشد، یعنی شناخت الله، و دوست دارد که راهش یکی باشد، یعنی کسب رضایت الهی، قطعا با رضایش خواهد رسید و تمام خوشبختی ها را به دست خواهد آورد. اما بیشتر مردم از این هدف دورند، چنان که یکی از پیشینیان می گوید: بینوایان دنیا از آن رفتند در حالی که شیرین ترین نعمتش را نچشیدند. پرسیده شد که شیرین ترین نعمتش چیست؟ پاسخ داده شد که شناخت الله و محبت و انس با تقرب به او و اشتیاق به لقای الله تعالی. پس این معرفت و محبت و انس همان راه ایمان برای راه یافتگان و راه مفید برای افراد کوشا و باهمت است. بنابراین رفتن به سوی الله از طریق اسماء و صفات الهی بسیار شگفت انگیز بوده و به دست آوردن آن نیز بسیار عجیب است. صاحب آن در حالی که بر بستر خود خوابیده است و هیچ درد و رنج را تحمل نمی کند و از وطن و خانه‌اش دور نمی شود، در نتیجه همواره در راه کسب این خوبی ها و درجات پیشرفت می کند و به پیش می رود تا به بالاترین درجات و مقام ها می رسد. این شناخت حاصل می شود
با یادآوری معانی اسماء الله و تحصیل آنها در قلوب، تا اینکه از آثار و نتایجشان متأثر شوند و از مهمترین و بهترین معارف پر گردند. مثلا اسامی عظمت و کبریا و مجد و جلال و هیبت، شکوه عظمت الله را در دل جای می دهد، و اسامی جمال و بر و احسان و رحمت و بخشش دل را سرشار از محبت الله و شوق لقاء او و حمد و شکر الهی می کند، و اسمهای عزت و حکمت و علم و قدرت دل را سرشار از فروتنی و تواضع در برابر الله تعالی می گرداند، و اسامی علم و آگاهی و مراقبت و مشاهده باعث می شود که دل در تمام حرکات و سکناتش الله عز و جل را مراقب بداند و ذهنها را از افکار باطل و اراده های فاسد حفاظت کند، و نمهای بینیازی و لطف الهی دل را سرشار از نیازمندی و توجه به الله متعال در هر حالتی می کند. این معارفی که برای قلوب بر اثر شناخت اسماء و صفات الهی و عبادت الله تعالی حاصل می شود، برتر و فراتر و کاملتر از هر نوع نعمت دنیاوی و بهترین هدیه الهی برای بنده و روح و اصل توحید است. و هر کسی که این دروازه براش باز شود، دروازه توحید خالص و ایمان کامل براش باز می گردد. شایسته است که بدانیم شناخت الله تعالی بر دو نوع است. شناخت اول، شناخت اقرار که تمام مردم نیکوکار و بدکار و فرمانبردار و گناهکار در این زمینه با یکدیگر مشترکند. شناخت دوم، شناختی که باعث حیا و محبت و وابستگی دل به الله تعالی و شوق به لقای او و ترس و رجوع و انس و تقرب به او تعالی می شود. این نوع شناخت اصل هر نوع خیر و منبع هر نوع فضیلت است، و از این رو شیوه قرآن در دعوت به حق و هدایت و برحذر داشتن از مواضع هلاکت و نابودی استوار بر فتح دروازه های این نوع شناخت است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم از صفات کمال و علاوه خود بر عرش و سخن گفتن و سخن شنیدن و شمول علم و نفوذ ارادهش نام میبرد که بندگان را به سوی لزوم اخلاص و تحقیق توحید و بیزاری از گرفتن شریکان و خدایان فرا می خواند. همچنین از برخی اوصاف کمال و جلالش نام می برد که باعث می شود دلهای بندگان متوجه دعوتش شوند و بر اطاعت از او شتاب گیرند و به قصد تقرب و لزوم ذکر و شکر و عبادت صحیح او تعالی با یکدیگر رقابت کنند. علاوه بر این، الله عز و جل به هنگام ترغیب و تهدید بندگان از برخی صفاتش نام برد تا به دلها بفهماند که چی کسی تقوا و امید و میل به الله دارد. همچنین هنگام بیان احکام و دستورات و ممنوعات خیش از برخی صفاتش یاد می کند تا بندگان اوامر الهی را مهم بدانند و به شریعتش عمل کنند. خیلی کم پیدا می شود که در آیه از قرآن حکمی از احکام مکلفان بیان شود و در آخر آن یک یا دو صفت از صفات الله تعالی بیان نشود. گاهی اوقات در ابتدا و وسط و آخر آیه صفت ذکر می شود، مانند آیه زیر: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. براستی الله سخن زن را که درباره شوهرش با تو مجادله می کرد و به الله شکایت می برد شنید، و الله گفتگوی شما را می شنید. بدون تردید الله شنوای بیناست. در زمان پاسخ با سوالاتی که بنده درباره از او پیامبرش پرسیدند نیز از صفاتش نام می برد، و تمام احکام الهی متکی بر بیان اسماء و صفات او تعالی است. حتی نماز فقط با ذکر اسماء و صفات الهی منعقد می شود و بیان این نوع اسماء و صفات روح و رازش است و از ابتدا تا انتهای آن وجود دارد، و فلسفه اجرای نماز همان یاد اسماء و صفات الهی است. سایر عبادات و طاعات و انواع تقرب نیز این گونه است، و در نتیجه شناخت اسماء و صفات الله متعال
اساس سعادت و مقدمه هر خیر است و توفیق فقط به دست الله متعال است.